سلام دوستان عزیز این دست راجع به فعل اقایشن هست که یه فعل بسیار پرکاربرد هست که معنیاش با هم یک مقدار در جملات میتونه متفاوت باشه در این درس اول با هم دیگه صرفش میکنیم و بعد میبینیم که چطوری میتونیم از این فعل استفاده کنیم برای امتحانات زبان آلمانی هم خیلی مهمه اول صرفش میکنیم اش اقایشه دو اقایشت ا اقایشت زی اقایش s erreicht wir erreichen ihr erreicht sie erreichen در یک حالت میتونه معنی رسیدن بده به طور مثال ایش اقایش این 2 شتوندن ایش ارایشه بلین این 2 یعنی من میرسم به برلین در دو ساعت یعنی دو ساعت دیگه من میرسم به برلین اقایشن میتونه معنی تماس گرفتن رو هم بده به میگم که من تماس سعی کنم که به تو دسترسی داشته باشم یا تماس بگیرم اش دیش نیشت اقایشن من نتونستم که با تو تماس بگیرم من نتونستم که در از به تو دسترسی پیدا کنم درست پس درست با با یه کسی ارتباطی برقرار کنید مثل تلفن زدن یا رفتن به ببی... دیدن کسی اقایشن استفاده میشه ولی نه اینکه برید یکی رو به کنید یا به سر بزنید بلکه همون منظور تماس گرفتن هستش اشکانت دیش نیشت اقایشن یعنی من نتونستم که تو رو پیدا کنم یا با تو تماس بگیرم وی کان این اقایشن من چطوری میتونم با اون آقا تماس بگیرم درست حالا میخوام بگم که من کجا میتونم تو رو پیدا کنم یا اون آقا رو پیدا کنم و کان ایش این اقایشن وو ایش دیش اقایشن و کان ایش زی اقایشن حالت محترمانه خب یعنی که چطور میتونم وی یعنی چطور میتونم شما رو پیدا کنم یعنی یعنی منظوره که شمار تلفنتون چیه یا کجا واسه بیام دفترتون کجاست و هم همینه مثلا میگم که و کانیش دیش اقایشن اون میگه که من بعد از به به توی فلانجا هستم در اونجا من اقایش با هستم اقایش اقایشن معنی رسیدن همیده به طور مثال دوچلند اقایش دست فیناله تیم آلمان به فینال رسید یا به فینال دست پیدا کرد زی ایست نی فو نون او اش اون خانوم هرگز قبل از ساعت 9 در دسترس نیست یعنی که زنگ بزنی جواب نمیده یا بری سر کار نیستش ز یعنی هرگز ن او یعنی قبل از ساعت ن شن یعنی قابل دسترس حالا ببینیم که چطوری میتونیم تو پرفکت ازش استفاده کنیم تو جمله اول میگم که اون آقا به هدفش رسید در گذشته er hat sein ziel erreicht er hat sein ziel به معنی هدف هستش Anna hat alles erreicht was sie wollte Anna alles erreicht was sie به هر چیزی که میخواست دست پیدا کرد هر چیزی که میخواست آنا به همه چیز دست پیدا کرد هر چیزی رو که میخواست حالا این اقایشن در اینجا میتونه به فرض این باشه که طرف میخواسته به یک جایگاه شغلی برسه یا درس بخونه یا کار مناسبش رو پیدا کنه یا پیشرفتی بکنه خونه ای بخره یا هر چیز دیگه ای این اقایشن هستش یعنی شما به این چیزها میرسید من اونکل حدی یعنی دی آلتا اقایشت من اونکل یعنی دایی من یا عموی من حد دی اقایشت به مرز سنی رسید حالا میدونید آلتا گرنسه به آلمانی یعنی چی؟ یعنی اینکه سن بازنشستگی که تو آلمان فکر کنم 66, 67 ساله یا 65 سال آلتا در این جمله پس معنی هست که یارو به اون مرز سنی میرسه که بازنشست بشه خب توی جمله بعد من میگم که اشحاب دیفیما تلفونیش نیشت اقایشت من تلفنی نتونستم با این شرکت یا با این کارخونه تماس بگیرم حالا کافی بود نیش تو بردارم که جمله مثبت شدی که درسته میگم که ایش دی فیرما تلفونیش اقایشت یعنی من تونستم تلفنی با این فیرما یا با این کارخونه یا با این شرکت تماس بگیرم حالا به عنوان تمرین شما جواب این سوال رو بدید من میپرسم که واس هست تو این دانیم لیبن اقایشت اقایشت تو در زندگیت به چه چیزی رسیدی؟ چه چیزهایی رو به دست آوردی؟ میتونید جواب این سوال رو به عنوان تمرین در کامنت ها بنویسید. دوستان از این کامنت ها خیلی مهمه که شما بعد از اینکه درس رو گوش میکنید سعی کنید بتونید از اون مطلبی که تو اون درس یاد گرفتید استفاده کنید. چون این یک روشی هستش که اون درس تو ذهن شما میمونه. اگر شما این درس رو گوش کنید الان خوب یاد گرفتید ولی فردا شاید به این درس دوباره برگردید فراموش کرده باشید ولی همین تمرین کردن بلافاصله بعد از یک درس به شما کمک میکنه که اون درس توی حافظی بلند مدت شما بشینه و فراموشش نکنید تا درس های آینده بدرود